بانک مرکزی ایران از 28 ماه پیش آمار رشد اقتصادی کشور را منتشر نکرده است. این آمار نشان دهنده رونق یا رکود اقتصادی هر کشوری است و از آن طریق می توان عملکرد اقتصادی یک دولت را ارزیابی کرد. بانک مرکزی ایران از نیمه دوم سال گذشته هیچ آماری نیز در مورد میزان تسهیلات پرداختی از از محل ذخایر ارزی منتشر نکرده است در حالی که توقف اعلام نرخ رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی بدون هیچ گونه توضیحی همچنان ادامه دارد روزنامه خبر در آخرین شماره این هفته خود با نگاهی به تراز بازرگانی کشور در سال گذشته نوشته است در حالی که دولت تلاش می کند بازار مصرف را از التهاب اقتصادی مسون نگه دارد تمام سرمایه های نفتی کشور صرف واردات می شود به نوشته این منبع طی سالهای 84 تا 88 به ازای 346 میلیارد دلار درآمدهای نفتی ارزش واردات کالا به ایران معادل 88 میلیارد دلار بوده که به عبارتی ساده تر از هر یک دلار حاصل فروش نفت خام 83 سنت صرف مصرف کالاهای وارداتی شده است این روزنامه میافزاید در حالی که دولت مدعی است توانسته است در سالهای 84 تا 88 دستاوردهای اقتصادی درخشانی داشته باشد شاخصهای اقتصادی نشان می دهد دولت آنچنان هم درخشان نیست و تا حدی غیر قابل دفاست به نوشته این روزنامه حتی بانک مرکزی اجازه انتشار نرخ رشد اقتصادی را پیدا نمی کند در همین حال اماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بعد از روز چهارشنبه در گفتگو با فردا نیوز با هشدار نسبت به وضعیت تولید نفت در کشور اظهار داشت ایران از 25 درصد ذخایر نفتی خود می تواند بحر برداری کند و نه تنها ادامه وضعیت موجود می تواند به پیشی گرفتن عراق در تولید نفت از ایران بیانجامد بلکه آینده تولید و صادرات نفت کشور را نیز با چالش های اساسی روبرو خواهد کرد وفا زربهاری صدای آمریکا